سفر ما باشید. در مسیری نو و تجربه تازه قرار میگیریم و از جاذبه های گردشگری و دیدنی های ایران براتون میگیم. بلندترین گنبد آجری جهان رو تماشا میکنیم. سراغ هنرمندان صنایع دستی میریم و از گلین بافی و سوزن دوزی و قالی بافی دیدن میکنیم. موزه فرش و دست بافته های زیبا و قدیمی، به تالاب های بین المللی سر میزنیم و شهر اینچه برون و زیبایی های فراوونش. همسفر مردم میهمان نواز و خونگرم دیار ترکمن میشیم. بله، شما همسفر ما هستید در استان گلستان، شهرستان زیبای گنبد کاووس. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستین در ایران گردی، داریم با جاذبه های دیدنی کشورمون ایران آشنا میشیم. ما در استان گلستان هستیم، مسیری نو، تجربه نو و جاذبه های فراوانی که در این استان هست، در شهرستان گنبد. و موضوع برنامه امروز ما در رابطه با تالاب ها و محیط زیست هست و شهر اینچه برون که الان داخل اون هستیم و قرار جاذبه های اینجا رو بهتون معرفی کنیم. همراه و همسفر من در این سفر جناب آقای مهندس احمدی عزیز هستن، رئیس اداره محیط زیست شهرستان گنبد کاووس، تا برامون از ظرفیت های محیط زیستی اینجا بگن و اینکه دقیقا ما چند کیلومتری گنبد هستیم، فضایی که در اون هستیم چه نام داره و چه اتفاقات خوبی در رابطه با محیط زیست میتونیم داشته باشیم. هرچند متاسفانه با بارش های کمی که در سالهای قبل داشتیم، اکثر تالاب هایی که در کشورمون میبینیم دچار کم آبی و حتی متاسفانه گاهی بیابی شدن، ولی در هر صورت جزء جاذبه هایی هستن که شما میتونن نزدیک بیاین و تماشا کنین. جناب مهندس احمدی، شما بینندگان همسفر بفرمایید. به نام خداوند هر هست و نیست، محیط آفرید این جهان بهر زیست. من هم به نوبه خودم عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز برنامه همسفر و خوشحال هستم که امروز میزبان برنامه شما هستیم در شهرستان گنبد کاووس و در کنار تالاب بین المللی آلماگل. من چند تا تالاب بین المللی رفتم، ولی آخری شدم در استان هرمزگان تالاب بین المللی خورخوران رو رفتم. اونجا دیگه ما جنگل حرا رو میدیدیم و در واقع جزیره هایی که در اون تالاب بود و خیلی به اونم خوش گذشت. الان تالاب آلماگل چند کیلومتری شهر گنبد هستش و چه ویژگی هایی داره؟ اصلا آلماگل یعنی چی؟ خدمت شما عرض بکنم که ما در منطقه ترکمن صحرا در واقع قرار داریم و آلماگل هم به معنی در زبان ترکمنی به معنی دریاچه سیب هست. اینجا در 75 کیلومتری شهر گنبد کاووس و 65 کیلومتری مرکز استان و شهرستان
گرگان قرار داره و در مجاورت مرز کشور ترکمنستان قرار داره. تالاب بین المللی آلماگل در کنار روستای تنگلی واقع شده و در نزدیکی اون هم بازارچه مرزی اینچبورون قرار داره که یکی دیگه از جاذبه های گردشگری اونجا هست. این تالاب 207 هکتار وسعت داره و تا 5.5 میلیون متر مکعب هم میتونه ذخیره آب داشته باشه. همینجوری که شما و بینندگانتون قطعا میدونید، یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری تالاب ها بحث پرنده نگری هستش، چون استان گلستان در واقع به عنوان اولین میزبان و این تالاب های ما با توجه به اینکه در مجاورت مرز ترکمنستان قرار دارند، به عنوان اولین زیستگاه هایی که میزبانی میکنند از پرندگان مهاجری که از مسیر مهاجرتی سیبری در واقع دارن از این مسیر رد میشن قرار دارن. بخشی از این پرندگان در واقع در اینجا زمستون گذرانی میکنن و برخی از این پرندگان هم در واقع به صورت موقت استراحتی میکنن و به سایر زیستگاه ها مهاجرت میکنن. فکر کنم بهترین زمان پرنده نگری در همون اواخر آبان ماه و اوایل دی ماه باشه، درسته؟ اینجا پیش قراول ها در واقع از اواخر مهر ماه ورود میکنن و بعد از اون هم تا پایان اسفند ماه ما این پرندگان رو داریم. بیش از 130 گونه پرنده در واقع آبزی، کنار آبزی و خشکزی در تالاب‌های شهرستان گنبد در واقع شناسایی شدن، رکورد شدن، مشاهده شدن و سرشماری شدن و خدمت شما عرض بکنم که برخی از این پرندگان هم در اینجا به صورت بومی شدن و زادآوری دارن در اینجا. موندگار شدن. بله، موندگار شدن، دیدن هوا خوبه، موندن دیگه، یا تنبلیشون اومده برگردن. بعد آبگیری تالاب از کجا است؟ چجوری آبگیری میشه؟ خدمت شما عرض بکنم که مجموع تالاب‌های شهرستان گنبد آبگیریشون از رودخانه اترک هست. درست. رودخانه اترک در واقع همون جوری که میدونید یکی از طولانی ترین رودخانه های مرزی کشور هستش که سرچشمش از استان خراسان رضوی شروع میشه، خراسان شمالی و پس از طی کردن از مسیرهای در واقع قازانقای مراوه تپه و میاد به داشلی برون میرسه. اونجا بخشی از این آب خدمت شما عرض بکنم که به کشور ترکمنستان هدایت میشه و مابقی اون هم میاد به سد دانشمند و برخی از اون هم میاد به از طریق کانال هایی که ما داریم به تالاب های سگانه منتقل میشه. حالا اسم سد آوردین، یادم در مرابه تپه که بودیم یکی از گله شهروندان اونجا این بود که در واقع در خراسان شمالی چندین سد هستش و آب اترک دیگه یه جوری یا کاملا خوش شده یا دیگه خیلی کم بله. بهشون میرسه. رژیم آبی در واقع رودخانه اترک سیلابی هست، یعنی باید سیلابی اتفاق بیفته در استانهایی که خدمت شما عرض کردم و فصلیه و برخی از اون بیاد به رودخانه اترک منتقل بشه تا بتونن در واقع هم کشاورزان و هم مجموعه آبزی پروری که در این منطقه وجود دارن و در نهایت تالاب‌های بین‌المللی از اون بتونن بهره‌مند بشن. و در سال‌های گذشته هم متأسفانه با توجه به اینکه سدسازی‌های زیادی توی دو تا استان خراسان شمالی و رضوی انجام شده و حقابه واقعی تالاب‌ها رعایت نمیشه، باعث شده که ما میزان ذخیره آبی که در تالاب هامون داریم به شدت کاهش پیدا بکنه. درست. البته به هر حال سدسازی نمیدونم نیازه یا نیاز نیست، خیلی گله دوستان بود در این زمینه که به هر حال این رودخانه که همیشه پر از آب بوده و حتی همون آب‌های فصلی هم که به صورت سیلاب می اومده با شدت بیشتری به هر حال می اومده، الان دیگه چند ساله که دیگه از اونام خبری نیست. پوشش گیاهی اینجا چیه؟ پوشش گیاهی اینجا بیشتر درختچه‌های گز هست، نیزارها هست و گرامینه‌ها هست و برخی از علف‌های در واقع شورپسند مثل خارشتر و آتریپلکس هستش که در این حاشیه تالاب های ما وجود دارن. درست. خیلی ممنون از توضیحاتتون. تو مسیری که داشتیم می اومدیم کنار جاده خیلی برام جالب بود، گله های شتر و گاو و اسب رو فراوان می دیدیم که کنار جاده، چون این بارندگی ها که میاد و سطح جاده به کناره ها میره و سرسبزتر هست، داشتن چرا می کردن. تو مسیر حتما مراقب این حیوانات باشید، در هنگام رانندگی با سرعت مطمئنه رانندگی کنید، خیلی مراقب باشین، چون به هر حال این قسمت از کشورمون دقیقا عبور این حیوانات اهلی در کنار جاده هست و به هر حال باید خیلی مراقبت کنین. در ادامه
با بقیه طالب هم آشنا میشیم و از جاذبه های فراوان این قسمت از کشور پهناور ایران براتون میگیم. همراهی ما رو از دست ندین، همسفر ما باشید. طالاب بین‌المللی آجیگل یکی دیگه از مجموع طالاب‌های سگانه شهرستان گنبد کاووس هست. آجیگل در ترکمنی به معنی دریاچه تلخ هست و برگرفته از آب این طالاب هستش که با توجه به اینکه ایسی بالایی داره به شوری میزنه و کمی هم به تلخی. آجیگل دارای دو قسمت هست، آجیگل غربی و آجیگل شرقی، که آجیگل غربی در جنوب روستای تنگلی واقع شده و آجیگل شرقی در غرب روستای اخیتپه واقع شده. و مجموع این طالاب‌ها طالاب‌های بین‌المللی هستند که ثبت کنوانسیون رامسر هستند. کنوانسیون رامسر نخستین معاهده بین‌المللی هستش که در خصوص حفاظت از طالاب‌ها در سال 1971 شکل گرفته و توجه به اینکه در شهرستان رامسر این اتفاق افتاده و این اجلاس تشکیل شده به کنوانسیون رامسر مشهور شده و تمامی کشورهای دنیا عضو این کنوانسیون هستند و از دستورات این کنوانسیون پیروی میکنند. در خصوص نحوه آبگیری طالاب‌های آجیگل شرقی و غربی، این طالاب‌ها هم از رودخانه اترک آبشون تأمین میشه و از طریق کانال‌های آبرسانی که در واقع احداث شده آبرسانی به این طالاب‌ها انجام میشه. از نظر نوع پرندگان و پستانداران و در واقع پوشش گیاهی شبیه طالاب آلموگل هست و اینجا هم میزبان پرندگان مهاجر هستش و انواع و اقسام گونه های آبزی، کنار آبزی و خشکسی در این طالاب زندگی میکنن. گونه از نی در حاشیه این طالاب در واقع رویش پیدا میکنه که مناسب برای کارهای صنایع دستی هست و بومیان محلی از اون برای حصیربافی استفاده میکنن و در واقع حصیربافی یکی از مشاغلی هستش که در این روستاها مرسوم هست و مردم از این نیها برای حصیربافی استفاده میکنن. از دیگر استفاده هایی که از این طالاب ها در واقع میشه برای مباحث کشاورزی و دامپروری هستش که از آب این طالاب ها استفاده می کنن. در قسمت جنوبی طالاب آجیگل دریاچه نمک در واقع قرار داره که این به صورت فصلی آبگیری میشه و آب حاصل از بارندگی در اونجا ذخیره میشه و بعد از تبخیر و خشک شدن آب این دریاچه، نمک هایی که باقی میمونه نمک های طبیعی هستش که جوامع محلی از این نمک ها در واقع استفاده می کنن، هم برای استفاده خودشون و هم برای فروش به مسافرانی که از این مسیر تردد میکنن. در خصوص طالاب آجیگل نکته دیگه که میتونم بگم این هستش که نسبت به طالاب آلماگل و طالاب آلاگل، با توجه به اینکه دیوار سازی از طرف وزارت نیرو انجام نشده، یک طالاب کاملا بکر و طبیعی هست که انواع و اقسام گونه های گیاهی و جانوری رو شما میتونید در اونجا مشاهده بکنید و با توجه به نزدیکی که در واقع به جاده مرزی و روستای تنگلی و روستای اخیتپه داره میتونه میزبان بسیار خوبی برای گردشگرانی باشه که از این مسیر
عبور میکنند و همچنین علاقمندانی که دوست دارند بحث پرنده نگری رو در تالاب‌های ما دنبال بکنند. به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت بینندگان برنامه همسفر. ایوب مهرات هستم، شهردار شهر مرزی اینچوبرون. شهر اینچوبرون در شمال استان گلستان در فاصله 81 کیلومتری شهرستان گرگان و در فاصله 79 کیلومتری از شهرستان گنبد کابوس واقع شده. جمعیت شهر اینچوبرون طبق آخرین سرشماری صورت گرفته بالغ بر 3000 نفر هست. این شهر در امتداد مرز با کشور ترکمنستان یکی از مرزهای امن کشورمون هست. شغل بیشتر مردم منطقه کشاورزی و دامداری و برخی به دلیل وجود گمرک به کار تجارت چمدانی مشغول هستند. از جاذبه های گردشگری شهر اینچوبرون میتونیم وجود تالاب‌های بین‌المللی با طبیعت‌های بکر، تالاب آلاگل، آجیگل و آلموگل را نام ببریم و یکی دیگر از جاذبه‌های گردشگری وجود بازارچه مرزی اینچوبرون هست که این بازارچه به دلیل همجواری با کشور ترکمنستان اجناس بسیاری از جمله اجناس تولیدات کشور روسیه، ترکمنستان و تولیدات داخلی کشورمون در اون عرضه میشه و یکی دیگه از جاذبه ها تا وجود بقعه متبرکه ملا علی دانشمند در فاصله 12 کیلومتری از شهر اینچوبرون هست که سالانه پذیرای زائرین بسیاری از سطح استان و از اقصی نقاط کشورمون هست. اینچوبرون تنها مرز ریلی و زمینی استان گلستان هست. در سالهای اخیر با توجه به بهره برداری راه آهن بین المللی قزاقستان، ایران، ترکمنستان در این منطقه شاهد توسعه های بسیاری از جمله توسعه در عرصه صادرات منطقه بودیم که باعث شده در راستای تقویت بنیه اقتصادی استان گلستان گام‌های مؤثری برداشته بشه. با توجه به ظرفیت‌های موجود در منطقه از تمامی سرمایه‌گذاران فعال در عرصه گردشگری و بومگردی دعوت می‌کنیم که منطقه اینچوبرون را به عنوان یکی از مناطق سرمایه‌گذاری خودشون در نظر بگیرن و از بینندگان برنامه همسفر دعوت می‌کنیم که حتماً سفری به شهر اینچوبرون و بازارچه مرزی اینچوبرون داشته باشند.
در برنامه امروز با آلماگل آشنا شدیم که به معنای دریاچه سیب هست و شهر اینچبورون و فضاهایی که داره، و بعد از اون هم آجیگل به معنای دریاچه تلخ که احتمالاً چون آب اونجا تلخ هست همین نام رو محلی ها روش گذاشتن. الان هم سومین تالاب بین المللی اومدیم به نام آلاگل و قرار این تالاب رو باز هم بهتون معرفی بکنیم. جناب احمدی عزیز برامون میگن دقیقاً چند کیلومتری اینچبورون، چند کیلومتری گنبد هستیم و دقیقاً چه در انتظار ما هست. هر چند من سال 92 اومدم اینجا پر از آب بود، با قایق میرفتیم توی سطح دریاچه یا تالاب و به هر حال اونجا برام یه حس دیگه بود. اومدم اینجا یه دفعه شوکه شدم، مثلا خیلی تغییر کرده تو این حداقل 9 سال. بفرمایید توضیحات بدیم ببینند کنم. خواهش میکنم. خب همونجوری که فرمودین در کنار تالاب بین‌المللی آلاگل و میتونم بگم بزرگترین تالاب از مجموعه تالاب‌های بین‌المللی شهرستان گنبد کاووس قرار داریم که حدود 18 کیلومتر با شهر اینچبورون فاصله داره. همونجوری که خودتون گفتید سطح آب تالاب در شرایط فعلی بسیار کم شده و ما از محدوده‌ای که تقریباً 2500 هکتار وسعت داره الان حدود 700 هکتار پهنه آبی داریم که این 700 هکتار از مجموع گنجایش 54 میلیون متر مکعب شاید 7 تا 8 میلیون متر مکعب الان ما ذخیره آب در آلاگل داریم. خب یعنی یک سوم کمتر. بله. خب دلایل متعددی وجود داره. خب این منطقه به واسطه قرار گرفتن در اقلیمی که گرم و خشک هست سالیانه حدود 1800 میلی متر تبخیر رو ما داریم و گرمایشی که در سال گذشته اتفاق افتاد، کمبود بارش ها و کاهش نزولات جوی رو ما توی منطقه داشتیم و با توجه به اینکه این تالاب بخشی از آب مورد نیاز برای آبزی پروری و برای کشاورزی رو هم باید تأمین بکنه، قسمتی از آب این تالاب در واقع رهاسازی شد برای بحث کشاورزی، برای بحث آبزی پروری، و با توجه به اینکه آورد خوبی در واقع نداشتیم و بارانهای مؤثری هم اتفاق نیفتاده منجر به این شده که سطح آب تالاب به یکی از کمترین حدهای ممکن در سالیان اخیر برسن. خب سال پایانی که جمع‌بندی بکنیم مطالبمون رو در رابطه با بحث محیط زیست این منطقه، یکی این که گردشگر و توریستی که به هر حال به شهرستان گنبد کاووس میاد میتونه بیاد از نزدیک اینجا رو تماشا کنه، شرایطش هست یا باید با شما به هر حال هماهنگی خاصی انجام بدن، یا اینکه نه هر موقع دوست داشتن میتونن بیان ببینن و صحبت پایانی شما بینندگان همسفر. خواهش میکنم. بله گردشگران میتونن در هر زمانی از سال که بخوان برای دیدن مجموعه تالاب‌ها تشریف بیارن و از دیدن این زیبایی‌های طبیعی که در واقع یکی از فواید تالاب‌ها هست، بحث زیبایی منظر و پرنده‌نگری و گردشگری و توریست استفاده بکنن، و در صورتی که بخوان خب اینجا اقامت داشته باشن و شبانه روزی در کنار تالاب‌ها باشن نیازمند این هستش که یک هماهنگی انجام بشه با اداره محیط زیست و اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان تا ما بتونیم بهتر از اونها در واقع پذیرایی بکنیم. خیلی ممنون. و صحبت پایانیتون به بینندگان. صحبت پایانی من این هستش که تالاب ها در واقع فواید بسیار زیادی رو برای ماها دارن. از بحث گردشگری و توریست شما بگیرید، اولین تمدن ها در کنار تالاب ها شکل گرفته و همین روستاها و شهر اینچبورون و روستاهای تنگلی و آخیتپه رو که شما مشاهده کردید به واسطه حضور همین تالاب ها در این منطقه شکل گرفته، و برای بحث کشاورزی، برای دامپروری، و خدمت شما عرض بکنم که مهمترین فایده دیگه که میتونم براش بگم این هستش که به تلطیف هوا کمک میکنه و مانع از تشکیل ریزگردها هستش. ببینید شمال شهرستان گنبد کاووس در معرض بیابانی شدن و ایجاد مناطق غبارخیز قرار داره، و اگر ما نتونیم این تالاب ها رو پر آب نگه داریم و به خوبی ازشون حفاظت بکنیم، منجر به خشک شدن تالاب ها خواهد شد و این خشک شدن تالاب ها پیامدی جز ریزگردها رو به همراه نخواهد داشت. درسته. خیلی ممنون، تشکر از توضیحاتتون. یه نکته دیگه من اضافه کنم و اون هست که کسانی که حیوانات خانگی رو
نگه دارن حیوانات رو به صورت خانگی اینانش که باید تو حیات وحش باشن، مثل همین گربه‌ای که الان دقیقاً دور ما داره میچرخه و گاهن تو تصویر شاید دیده بشه، دقیقاً حیوانی بوده که به صورت خانگی استفاده می‌شده، به هر دلیلی صاحبی که ازش به هر حال مراقبت می‌کرده یا اون فردی که داره این کارو می‌کرده الان تو طبیعت رهاش کرده و این دیگه نمیتونه تو طبیعت اون زیستگاه خاص خودش رو داشته باشه. برای همین سری هر انسانی رو می‌بینه به نزدیک اون میاد و در واقع شکار کردن که یکی از خوی وحشی این حیوانات هست رو یه جایی فراموش کرده و پرنده بودم کنارش بود ولی نمیتونست اونو شکار بکنه. این گنجشکای کوچیک که معمولا گربه ها تو حیات وحش این کارو به خوبی دارن انجام میدن. لطفاً خواهشاً نگهداری هر حیوانی که باید در طبیعت خاص خودش باشه سعی بکنید حتماً در واقع اون اتفاق خوبه براش رقم بخوره و خونه جای حیواناتی نیستش که توی حیات وحش و به حیات وحش تعلق دارن. به هر حال موضوع برنامه امروز ما در رابطه محیط زیست شهرستان گنبد کاووس بود. امیدواریم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در شهر زیبایی اینچه برون و چون یه شهر مرزی هست و بازارچه مرزی هم داره و به هر حال هرچند به خاطر دوران کرونا از رونق افتاده و کسبه اون بازار هم به من گفتن حتما بگم انشالله مسئولین یه فکری بکنن و یه اتفاقات خوبی برای اون بازارچه هم بیفته، در هر صورت شما میتونید بیان و از رازه باهاش بهره ببرین. ما رو در فضای مجازی هم سفر نقطه تیوی پیگیری کنید. انتقاد، پیشنهاد و حتی اگه دعوتی دارین از همین طریق میتونین ما رو مطلع کنین. تا فردا موضوع دیگه، خدا نگهدارتون.